بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. برادران و خواهران بسیار محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیتی که خدمت شما قرائت شد از قرآن عظیم، کلام قدیم خداوند است. در سوره نحل آیت 90 آمده است که خداوند می فرماید که ان الله یأمر، خداوند امر می کند شما را ای بندگان. به چی امر می کند؟ بالعدل، به عدالت، و احسان، به نیکی امر می کند، و ایتاء ذی القربا، و امر می کند شما را به ادا کردن حقوق نزدیکان، خویشاوندان و اقوام، و ینها و نهی می کند، یعنی باز می دارد شما را و نمیخواد که این اعمال را بکنید. که اون اعمال چی باشد؟ عن الفحشاء، از فحشا شما را نهی میکند، یعنی باز میدارد. و المنکر، از چیزهای منکر شما را باز میدارد و میگوید که این کارها را نکنید. و البغی، و شما را باز میدارد خداوند، و یا اینکه نهی میکند از چی؟ از سرکشی و از ظلم و تعدی که انواع و اقسام دارد. یعظکم لعلکم تذکرون، یعظکم پند میدهد شما را، وعظ میکند. کلمه وعظ به معنای پند دادن و نصیحت کردن است. لعلکم تذکرون، تا اینکه شما پند بگیرید و یاد بگیرید. این آیه اگر به مفهوم و مصداق این آیه به صورت درست فکر شود، میبینید که تمام مسائل شرعی در همین آیه دوخطی نهفته است. خداوند دو موضوع بسیار مهمی را که در شریعت اسلامی ما و شما لازم است آن را اونها را ادا نماییم در اینجا ذکر کرده است. یکی مسائل امر بالمعروف است و دیگرش مسئله نهی از منکرات است، یعنی نهی از چیزهایی که منع شده است، و این شامل تمام مسائل اسلامی می شود. چنانچه اصحاب بزرگواری که در دور پیش پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم در آن زمان تشریف داشتند و از باغ هدایتشان مستفید شدند و شاگردی کردند و علم آموختند، مانند حضرت عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و باقی صحابه بزرگوار و فقهای سبعه که هفتگانه که در بین اصحاب است، آنها می فرمایند که در این آیت جمیع خیر و شر، همه چیز ذکر شده است. روی همین اساس است که از زمان ظهور اسلام و تا امروز در تمام خطبه
های نمازهای جمعه در هر نقطه از جهان و در هر مملکتی و در هر منبری که آن امام خود نمیخواند این آیت را تلاوت میکند و شما همیشه این آیت را میشنوید. روی از این اساس، از این که شما هر هفته این آیت را در نماز جمعه میشنوید و همچنین خداوند برای شما توفیق این آیت فرموده که قرآن شریف را تلاوت میکنید و میخوانید، متوجه بعضی نقاط مهمی شما را میسازم که انشاءالله تا جایی که خداوند کمک کنند با ما. در هر یک از کلماتی که در اینجا ذکر شده اگر ما شما تفسیر کنیم، یک کتاب و یک داستان و کتاب‌های زیادی نفته است. به طور مثال خداوند می‌فرماید که ان الله، یعنی به تحقیق خداوند، اما کلمه انه چون مسائل تحقیقی است و برای تحقیق می‌آید، برای تأکید هم می‌آید، یا امر امر می‌کند بالعدل به عدل. عدل چیست؟ عدل عبارت است مساوات است، حقوق کسی را به صورت درست ادا کردن است. تمام مسائل شرعی که خداوند ما و شما را امر کرده است که انجام بدهید، در حقیقت ما در مقابل باید که اوامر خداوند را به جا بیاریم، حقوقی که خداوند در گردن ما دارد آن را ادا کنیم. اگر خداوند گفته است که اقیم الصلاة، شما نماز بخوانید، باید نماز بخوانید. وقتی که نماز خواندیم حقوق خداوند را ادا کردیم، یک عدل شد. وقتی که روزه گرفتیم حقوق خداوند را ادا کردیم که شما را امر کرده است، یک عدل شد، عدالت شد. و اگر حج می روید، در صورتی که شرایط حج برای شما آماده باشد، آن وقت در حقیقت عدل است و حقوق را شما ادا کردیم و حقوق خداوند ادا شد، در حقیقت عدالت کردیم شما را. و همچنین تمام مسائل زندگی که داریم، حتی کسی از شما اگر طلبی دارد، آن شخص می رود به نزد قاضی می گوید که من طلب خود را از فلانی می خواهم، اما زمانی که قاضی شما را می خواهد، خواهش دیگری ندارد، می گوید که حقوق این شخص را به جا بیاورد. وقتی که شما حقوقش را به جا آوردید و طرف مقابل را راضی ساختید، آن وقت شما می گوید که قاضی عادل بود که حقوقم را گرفت. این در حقیقت یک مسئله عدل است. و البته مسئله عدل تعبیراتی از نظر علم سلوک و اخلاق هم دارد. حضرت سفیان بن عیینه، یکی از بزرگان اسلام و یکی از مفسرین هم هستند که نظریات بسیار مقبولی در کتب تفسیر دارند، اونا از نظر اخلاق و سلوک میگویند که عدل چیست؟ عبارت از استواء السریلت و العلانیت، یعنی سر و علانیت شما یک چیز باشد، یعنی کاری که در پنهان انجام میدهیم این چیزی باشد که در ظاهر شما انجام میدهیم. به طور مثال زمانی که شما با یک شخص دوستی دارید و واقعا در قلب دوست می داشته باشید و بعدا در پیش رویش هم میگید که من تو را دوست دارم، شخص خوبی هستی، همون چیزی که در قلب شما و در باطن است و در ظاهر هم باشد، این چیزی را که از اظهار کنید این در یک عدل است. و اگر از این تجاوز میشه و طبعا مثلا شما تو دوست نمی داشته باشید و می روید می گوید که من تو را دوست دارم و بازی بده، این عدل نیست، یک تجاوز است، حتی نفاق است. و اگر شما در قلب خود زیادتر دوست دارید اما در ظاهر در پیش روی از اون میگید که من تو را دوست دارم یا اینکه من تو آدم خوبی هستی، اما در حقیقت شما در باطن زیادتر به برش احترام قائل هستید، این کار خوبی است. این رو به نام احسان میگن که بعدا سر احسان با شما هم صحبت میکنه. کلمه دومی که در اینجا ذکر شده که خداوند میفرماید که شما را توصیه میکنه به چی؟ به احسان. احسان چیست؟ احسان از نظر لغوی، از زبان فارسی، ما و شما بگید که نیکویی کردن به همراه یک کس که
یک چیزی که یک شخص از شما طلب دارد شما زیادتر بر انجام بدید این احسان است. اما از نظر روایات و آثار شما وارد هستید که زمانی که حضرت جبرئیل به حضور سرور کائنات صلی الله علیه و سلم آمدن بی روایت حضرت عمر بن خطاب روایت میکنه رضی الله تعالی عنه که راجب اسلام پرسان میکنه و راجب ایمان پرسان میکنه. یکی از پرسانهای جبرئیل چیست که من احسان یا محمد صلی الله علیه و سلم احسان چیست؟ بعدا خود پیغمبر می فرماید که احسان عبارت از چیست که از این است که تو خدا را عبادت کنی طور عبادت کنی که آن عبادت تو طور خداوند را عبادت کنی که او تو را می بیند و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند و یا اینکه تو آن قسم عبادت کنی که تو او را میبینی و اگر او تو را نمیبینی او تو را میبیند. این تعریف احسان از نظر حدیثی که به نام حدیث جبرئیل مشهور است در احادیث و آثار آمده است. در تلویزیون قدرمنو لیدونکو در خبرونه پدې برخه کې مو ته متدونو په حق له لانډه چیړنه کړې هیله ده چې د پاملرنې وړ مو وګرځي. د فکری زیږندو د معنوي لوړ ارزښت په موقعیت کې ادبیات هغه هنداره ده چې د فرد او ټولنې د ژوندانې د هر اړخیز جوړښت ټوله مجموعه په ښه شان څرګندوي. یا په بله وینا د فرد او ټولنې د ژوندانه وختونه، اعتقادونه، فکرونه، د حالاتو د بهیر پړاوونه، د ولسونو د هڅو او کارنامو ټول فعالیتونه د ادبیاتو په وسیله ښه روښانتیا مومي. د نیکمرغه زموږ د ژوندانه تر دې دمه پورې ادبیات څه په لیکلي او څه په شفاهي بڼه هم په نړیواله کچه او هم په هیوادونو پورې اړوند په ملي سطح ستره او پراخه غنامندي لري. د ادبیاتو په هره برخه رڼا اچول اوږده اوږده وختونه او د عالمانه څېړنو پرله پسې ډېر ډېر کارونه غواړي. تر هغه نشي کېدای د تلویزیون په لنډو خپرونو کې د ادبي زیږندو هره برخه څنګه چې لازمه ده راټوله او څرګنده شي. موږ په دې برخه کې او په دې خپرونه کې اوس یوازې غواړو چې د شفاهي ادبیاتو د متلونو په برخه یوه سخلنده رڼا واچو. هو، متلونه د فلکلور په مجموعه کې د شفاهي ادبیاتو یوه ځانګړې برخه ده چې د ژور آزمایل شوي تفکر په رڼا کې د ولسونو د ژوند د ټولو ټیټو هسکو سړو تودو او یا د هوساینې د پراخېدو او د ناخوالو سره په ډغرو کې د بریو د ترلاسه کېدو اغېزمنه مفکوره، قناعت او لارښوونه په زړه پورې توګه پکې ځلیږي. متلونه ولسي شفاهي پانګه ده چې د پوهېدو او پوهولو د ضرورت په وخت کې د ژبې د علمي او هنري ظرفیت د ژبې د علمي او هنري ظرافت خو سمبالښت لري. هغه شان چې په نړیواله توګه ژبې ډېرې دي همدا شان په ژبو پورې اړوند متلونه هم بېشماره دي. متلونه له ولسونو علاوه په ځانګړې توګه په جلا جلا هېوادونو پورې هم اړه پیدا کوي. موږ دلته اوس یوازې په خپله ژبه کې د متلونو څو مثالونه درته وړاندې کوو. متل دی: یا رښتیا وایه یا غلی کینه. بل متل دی: نیک ښځه د کور فرشته ده. لیلا ته د مجنون په سترګه ګوره، کینه د ضمیر زندان دی. کابل بې زرو ښه دی نه بې واورو. لا به یو کیږو که نه ورکیږو. سیالان په نیمه پوهیږي. د یوې ورځې حاکم د سلو کلونو کور ورانولی شي. له مینې مینه پیدا کیږي او له کرکې نه کرکه.
د بنده خواري سیند هم نوړي، د بدې خبرې سل کاله عمر دی. اصل خطا نه لري او کم اصل وفا نه لري. انسان د مور په مرګ بېګاه او د پلار په مرګ کال وروسته خواریږي. Thank you.
Grazie.
Thank you.
چې پاسل معاونه صلاحیت د مشاوري دا پوزیشن کا تشکیلیږي دا د هیئت عامل ته توهین ده دا
پوشی چوب ادامت حیات عامل نه پاس یو بل پوزیشن تشکیلی گی پوشی چاغه پوزیشن د مشاور ده او مشاور د بیا مثلا هر څه فیصله چکی دا دیالس کس یا پینجلس کس یا یو دس کس مشاور څه حیات عامل چته این چوی ده دا مشورتی بورد ده دا د دې لپاره ده که بل نفر پاس یا بل نفر پیراول او کله حیات عامل مخکې چې تاسو ویل کله حیات حیات عامل ده لاندې ناراضی د زیر دست ناراضی ویلکم اما که دا مشورتی دا مشاور د حیات عامل ده پاس راضی نو دا توهین ده حیات عامل ته او زه دا اوس پکې نه یم I'm going to go to the next
Thank you.
I'm going to go ahead and start with the first one.
بات کړی دی او دې ټولنه کې یو نوې بدلون راوسته او نوې کسان هغه زمونږ ډالې بچې دلته راغونډې دي د ټولنې بچې کې دي د هر اړخ نه خلک راتلل نو دا د دوی یوه کامیابي وه او موږ ورته د هغې مبارکي او ډېره مننه بیا هم کوو. بیا مخکې ډاکټر صاحب صافي ډېره ښه خبره وکړه، زما په فکر باندې دغه موضوع یاده شوه، هغه د دې کار هغه وظیفه به څه وي، دا مشاور وظیفه به څه وي، په دې په باره کې باید فکر وشي. بیا دا مشورتي ډله چې دا دوهم بحث وکړي او دغه خبره بیا بلې عمومي غونډې ته باید پاتې شي. زما فکر اوس باید په دې په باره کې رایګیري ونیشي او همدلته باید خلاصه کړو.